نگرانی بین المللی از گسترش کرونا از ایران به سایر نقاط جهان باعث ایجاد محدودیت های مختلف توسط کشورها شده است. مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده اعلام کرد فرودگاه های آمریکا مسافران وارد شده از ایران و چین را مورد آزمایش کرونا قرار خواهند داد. دولت ترامپ ورود این مسافران را به 11 فرودگاه در آمریکا محدود کرده است. ترامپ روز شنبه گفت مسافرانی که از ایران، ایتالیا و کره جنوبی وارد آمریکا می‌شوند با های جدیدی مواجه خواهند بود. واشنگتن پست نوشت اکثریت مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای خاورمیانه در ارتباط با ایران بودند. نیویورک تایمز نوشت ایران بالاترین ضربه از شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه را دریافت کرده است. چین اعلام کرد چهار نفر وارد شده از ایران مبتلا به ویروس کرونا بودند. دولت قطر روز یکشنبه اعلام کرد برای مقابله با گسترش ویروس کرونا ورود مسافران از ایران و 13 کشور دیگر به قطر ممنوع می شود. وزیر بهداشت ایالت ویکتوریا استرالیا اعلام کرد یک نفر برگشته از ایران مبتلا به کرونا است. تایلند مسافران ورودی از ایران را 14 روز قرنطینه می کند. فرانسه تجمعات بیشتر از هزار نفر را در رابطه با کرونا ممنوع کرد. تظاهرات، کنکورها و وسایل نقلیه جمعی محدودیت ندارند. مقامات منطقه پایزن گفتند دو عضو مجلس ملی فرانسه مبتلا به کرونا شدند ولی نام آنها را اعلام نکردند. در حال حاضر چهار نفر از اعضای مجلس فرانسه مبتلا به کرونا هستند. ایتالیا روز یکشنبه 7375 مورد ابتلا به ویروس کرونا و 366 مورد جان را اعلام کرد. ایتالیا مناطق بزرگی از شمال این کشور را قرنطینه کرده است. دبیر کل حزب دموکراتیک ایتالیا گفت آزمایش ابتلا به کرونا وی مثبت بوده است. هواپیمایی ایر آلبانی همه پروازها به ایتالیا را لغو کرد.